و ما خبری از بحرین وضعیت زنان زندانی در بحرین وخیم است مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین اعلام کرد زنان بحرینی در زندان مسموم شدند و به همین دلیل مسئولان زندان از ارتباط مستقیم آنها با خانواده هایشان جلوگیری می کند. به گفته ای این مرکز خانم ابتسام از از, از فعالان حقوق بشر که در زندان آل خلیفه به سر میبرد در تماسی تلفنی اعلام کرده که رئیس زندان زنان اجازه ملاقات به زندانیان نمیدهد زیرا تعدادی از آنها مسموم شدهاند وی همچنین گفته در غذای زنان زندانی تعداد زیادی حشره مشاهده میشد و بوی بسیار بدی نیز از غذا به مشام می رسید به گونه ای که می توان غذای زنان را یک شکنجه برای زندانیان به شمار آورد خانم اسائق که خود از وضعیت سلامتی مناسبی در زندان بحرین برخوردار نیست همچنین گفته که دو زن از مصر و مغرب در زندان همراه آنها هستند که آن دو نیز مسموم شدند و علاوه بر این وضعیت بهداشتی زنان نیز بسیار وخیم و نامناسب است. خانم هاجر منصور از زنان زندانی سیاسی و مادر همسر سید احمد الودایی از فعالان حقوق بشر نیز به تازگی در زندان بیمار شده و با این حال از و تماس با فرزند زندانی خود محروم است که موجب افزایش شکنجه روحی وی شده. دو تن دیگر از بانوان شیعه بحرینی نیز در زندان بیمار شدند تا آنجا که جانشان به خطر افتاده و از این رو مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین از مسئولان بحرین خواسته شرایط لازم و مناسب برای تغذیه و سلامت و بهداشت زندانیان زن را فراهم سازند سید احمد الوداعی مدیر اجرای حقوق بشر و دموکراسی بحرین گفت باید به کارشناسان و بازرسان سازمان ملل اجازه داده شود به بحرین سفر کنند و شرایط نابسامان زندان ها را از نزدیک ببینند. بحرین در سایه سکوت رسانه های بزرگ و عدم دسترسی خبرنگاران آزاد یا بازرسان سازمان های حقوق بشری مستقل به شکنجگاهی برای شیعیان این کشور تبدیل شده است.